درود بر همینان ارجمند، شاهین نجات هستم و همراه دوست گرامی شهرام آریان به نهمین نشست تحلیل تاریخ معاصر ایران از دیدگاه جنبش رنسانس ایرانی میپردازیم. از آغاز صفویه آمدیم و رسیدیم به آستانه انقلاب مشروطه، آستانه جنبش مشروطیه. طبیعتاً 500 سال تاریخ معاصر نیست، ولی اون تاریخی که یه مقدار بیشتری اثرگذار بوده بر روی آنچه که امروز داره میگذره، از این نظر نامش رو تاریخ همزمان یا معاصر گذاشتیم، هرچند از نظر فنی واقعا معاصر نیست. در نشست پیشین، نشست هشتم، به دوره ناصری پرداختیم، به شخصیت امیرکبیر، به مرگ امیرکبیر و مسائل دیگری که فکر میکنم مهم بود درباره دوره خیلی طولانی نزدیک به 50 سال باید در موردش گفته میشد. به هر حال دوره‌ای بود که خیلی متفاوت از دوره‌های پیشینش نبود، در خواب‌آلودگی، در رخوت و در عقب ماندگی و واپس ماندگی و ترویج و گسترش فرومایگی، و تک ستاره‌هایی هم مثل قائم مقام یا امیرکبیر تو اون فضای بیخیالی، بیتفاوتی، بیغیرتی و بیخردی تک تک می آمدند و دولت مستعجل بودند و از میان می رفتند. خب مرگ ناصرالدین شاه هم گفتیم و رسیدیم به آغاز دوره مظفرالدین شاه و همچنین اون بستری که جنبش مشروطه رو از یک گفتمان فرهنگی و تاریخ نویسی در جمعی تعداد خیلی کمی روشن‌اندیش بیرون آورد و تبدیلش کرد به حرکت‌های بزرگی در سطح اجتماع که تأثیرات سیاسی داشت، و از ایلات و عشایر بگیرید تا مردم شهر و روستا رو به نوعی تحت تأثیر قرار داد و چند سال تاریخ ایران رو دچار هیجاناتی کرد که یک چند دهه طولانی بود با این هیجانات غریبه بود. این رو هم گفتیم که این بیخیالی و بیکفایتی آدم های مانند ناصرالدین شاه کار فتحعلی شاه و محمد شاه رو تکمیل کرد و بخش های دیگری از سرزمین ایران بزرگ هم از دست رفت. به طور مشخص هرات رو از دست دادیم و تو این دوران کلن افسون بر قرارداد گلستان و ترکمنچای که بیشتر همیاران ازش آگاه هستن، بخشایی از غرب و شمال غرب رو هم که تو نواحی کرکوک، تو نواحی دیاربکر، اونا هم از دست دادیم. خانات خیبر از دست دادیم که خوارزم تاریخی معروف بود و حتی دیگه رو اون ادعا هم نداشتیم. و به هر حال از نظر حفظ یک پارچگی و تمامیت ارضی قطعا فکر میکنم که این دوره ها سیاه‌ترین دوره ایران بوده. شهرام جان، رسیدیم به آغاز مظفرالدین شاه. درود بر تو، رشته سخن رو به دست شما میسپارم. درود شاهین جان، درود بر بینندگان گرامی. در حقیقت اتفاقاتی که داره میفته تو این چند ده سالی که ما بهش پرداختیم همش رو در داخل اون جمله آقای میخائیل گورباچوف میشه جنبندی کرد که هر آن کس که دیر میاد زندگی خودش او رو کیفر خواهد کرد. یعنی چندین و چند بار گفتیم که این تصمیمات که این قوم ایران مسلمان میخواست چه نقشی در جهان داشته باشه در زمان شاه عباس گرفته شد. اون هنگامی که تصمیم گرفتن که به این بر میخواییم بریم یا به اون بر میخواییم بریم، و هنگامی که راه حماقت و ما حماقت دوست نداریم، راه جنون و ایمان اسلامی پذیرفته شد، تا تهش دیگه باید اینو میرفتی دیگه تا ته پیاز. و کسانی که این آوار بر روی سرشون خراب شد، خب فتحعلی شاه به این ور بود. اون آوارهایی که پیشتر کلنگ بهش زده شده بود یا معلوم بود که میره بریزه اگه که مرمتش نکنیم، به هنگام مرمت نکردن، آوارا شروع کرد رو سر و صورت اینا فرو ریختن و اینا رو له کردن، تا چند خود اینا واقعا گناهکار بودن در داخل خود اون فرهنگ عجب و غریب اسلامی که اونجا شکل گرفت تو اون هزار سال. واقعا نمیدونم
بله، ما چه در روزگار محمد شاه چه در روزگار ناصرالدین شاه دیدیم که وضعیت یعنی حالت تراژیک خنددار بود، چنان خنددار که به راستی آدم نمی‌دونست که بخنده به راستی یا به تراژدی داستان نگاه کنه. وضعیتی که یه شاهی میاد به نام محمد شاه و وزیرش میشینه و او رو کاملا توجیه میکنه که ما تو چه وضعیت عجیبی قرار گرفتیم و در حقیقت فرصت هامون رفته دیگه، بیبایست زمان صفویه این کار رو میکردیم و الان دیگه دیر شده، آخرین لحظه است اعلی حضرت و هم وزیر رو توجیه میکنه هم پدر او رو توجیه میکنه، اون یه ساله میگیره اینو میکشه. این با اینکه کاملا توجیه شده که تو چه وضعیتی قرار داره، اگه کسی گمان کنه این اشتباه ویژه محمد شاه بوده، ما گفتیم که نامردی کرده. چون این همین داستان با ناصرالدین شاه هم رخ داد. اونو دیگه اومده بود به خودش کلی فشار آورده بود، چون نمونه هم دیده بود و اینها، به جای یه سال شد 4 سال. بازم کشت نفر دومو که آینه اون اولی بود. و کسایی که هر بار هم می اومدن سر کار، یعنی دلایلم که عرض کردم اینی که ایرانی ها رفتن گریختن پشت انگلیسی ها، وای انگلیسی ها چقدر نامرد بودن، همین بودن پول خرج میکردن، که منم عرض کردم انگار که گناه یک کسی کاره بره استعماری بکنه. مثلا چون مسلمان های خاورزمینی تخم دو زرده کردن، کسی حق نداره علیه اونا کار استعماری بکنه. وقتی تو عقب بیفتی میان به جونت میفتن دیگه. مثلا وسوسه است، شما خودتو در موقعیت اون کسی بذار که نیرومندتره، آیا میتونی این وسوسه رو جلوش بیستی و نری اون یکی رو استعمار کنی؟ ولی گمان نکنم یه همچین، شاید مادر ترزا میتونست. آدم های معمولی وقتی این فاصله رو میبینن که اون یکی عقب و عقب و عقب در افتاده، خب دست میازن دیگه به درون کاراش. و بله، این ایرونی ها هی میرن پشت این انگلیسی ها قایم میشن، که بله اونا خیلی نامرد بودن. در صورتی که من عرض کردم که قبلم که اونا نیامده بودن، پیش از فتح علی شاه به اونور که استقلال وجود داشت، که همین وضع بود که هر وقت یه وزیرمون نیمه عاقلی میخواست یه کاری بکنه، من میگم اونم میرفتن خفه میکردن. اون دیگه بدون انگلیسی ها که قراره همه نامردی ها از اینا برخواسته باشه. بعد من عرض کردم که به انگلیسی ها ارتباط بسیار کمی داشت، بخش بزرگ بزرگ بزرگش امنای مذهبی و ملاکا بوده. انگلیسی ها فقط بر این موج سوار می شدن. گفتن خب اینا که مثل این که این دعوا رو در درون خودشون دارن، این امنای مذهبشون هم که به حمدالله انگار همشون از مدرسه عقب مانده ها برآمدن از نظر هوشی و ذهنی و درک و اینا، ملاکاشون هم که فقط در فکر فساد جنسی و بخور بخور هستن. یعنی نه اینجا اون ملاکای وظیفه شناس وجود داره، نه این امنای مذهبی که یه جو عقل تو کلشون باشه. یعنی اون دو ستونی که کشور رو نگه داشته بود، روش ساخته شده جامعه فئودال قدیم. خب وقتی که اینا اینجوری هستن، خب یه قلقلک کوچیک بس بود واسه که بگیره اون وزیره رو بکشه. یعنی اگه انگلیسی هم دستی داشت، تو حد همین قلقلک کوچیک بود. اونا خودشون بنز کافی دیوانه بودن. خیلی شاید اینجا نکته جالبی بود، زمینداران بزرگ و طبقه که طبقه روحانی مینامیم تو این دوره، یه مقایسه بکنیم با زمینداران بزرگ و اون چه که طبقه روحانی نامیده می شدن در دوره ساسانیان و حتی پیش از اون اشکانیان، تفاوت به راستی از زمین تا آسمانه. یعنی شخصیت و منش و نگاه و حس مسئولیت زمینداران بزرگ در اون زمان که در حقیقت به عنوان لایه‌های میانی میمدن قدرت رو تعدیل میکردن، به هنگام کشور رو نجات میدادن، به هنگام رایزنی میکردن، شاه رو مسیرش رو راست میکردن، یا حتی برای تعیین شاه مورد مشورت قرار میگرفتن، خیلی وقتا از ثروت خودشون میآوردن کمک میکردن به شکل گرفتن ارتش، تا هنگامی که ارتش ایران ارتش کلاسیک نشده بود، و روحانیونی که به هنگام آنوف میدادن و یه مقدار این استقرص کشور رو با این حرکت هاشون جمع جور میکردن، حفظ میکردن، تقویت میکردن، در برابر کسانی که کاملا با دنیا قطع رابطه کردن در دوره قاجار دیگه به طور مشخص، و
فقط و فقط منافع بسیار سطحی و ابلهانه کوتاه مدتشون رو میبینن، یک آز وحشتناکی در وجودشون هست و اصلا از بزرگی جز یه مقدار ثروت شما هیچ روح بزرگی در اینا نمیبینی. یعنی حتی داستانهای اشراف دوره قاجار آدم میخونه، بیشترشون رده بسیار بالاشون، درصد بسیار بالاشون واقعا اندوهگینه شرایطی که آدم دوچار میشه، و این نشون میده که این ورشکستگی تو همه ابعاده. مگرنه من تاریخ اروپای 700-800 سال گذشترم نگاه میکنیم، خیلی دربارهای اروپایی درگیر این کسافتکاری ها بودن، کار احمقانه، خال زنک بازی، زیر هم دیگه زیرا به هم دیگه زدن، توطئه کردن، آزمندی و طمع. ولی همون حال در حقیقت اگر جرقه میزد دو تا آدم حسابی هم میامدن، فرصتی میشد که اینها یه تغییرات ایجاد کنن، یه استعادی انجام بدن. حتی طبقه که باید کار صنعتی شدن کشور رو میکردن، اصلاحات انجام میدادن، اینجا اونجا داشتن کار میکردن علی‌رغم همه بالا پایین شدن های سیاسی کشور. ولی در کشور ما تا همین آستانه جنبش مشروطی است که چند تا چهره در اومدن، مثل آقا خان کرمانی و آخونزاده و جناب دین مراغی و بعد کاظم‌زاده ایران شهر و بعد احمد کسروی و اینا، واقعا نه تنها در حوزه سیاست، در دامن فرهنگ هم ورشکستگی مطرح بوده. و این نشون میده این بحران، بحران سیاسی یا بحرانی که فقط دشمن بیرونی داره به ما تحمیل میکنه نیست، خیلی ژرف‌تر از اون بحران فلسفی درون مردمی است که به بنبست خوردن. نظام ارزشیشون وارونه شده، خوشبختی براشون تعریف نمیشه و چیزی که براشون مطرح نیست رحم و مروت و انصاف به هم میهن، هم شهری و هم ولایتی شده. ارزش هاشون خب یه جور دیگه شده دیگه پس از اسلام. اتفاقا یکی از دشواری های بزرگ تاریخ شناسا و جامعه شناسای ایرانی که همش با واژه ها بازی میکنن و نمیدونن که چه بلایی دارن با اون کار سر خودشون میارن. یعنی مثلا شما میبینید یه جامعه شناسی ایرانی داره صحبت میکنه از فئودالیسم، ما فئودال بودیم. خب یعنی چه فئودالیسم؟ فئودالیسم اسلامی قاجار یعنی با فئودالیسم ساسانی از نظر کیفیت ساختش یکیه، یا فئودالیسم قاجار یا صفوی با فئودالیسم ژاپنی از نظر پویایی اینا یکیه؟ در حقیقت حالا ما اون ساسانی ها رو بذاریم کنار که 1400 سال پیش نابود شدن رفتن دیگه، برخورد نکردن با جهان نوین که ما ببینیم چه پویایی از خوش نشون میدادن، فقط بازمانده هاشون در هند رو دیدیم. ژاپن فئودال، واکنشی که جهان فئودال، جهان فئودال ژاپن و فئودال های بزرگش نشون دادن در پویایی که به سوی صنعتگرایی رفتن از روزگار میجی، مثل فئودالیسم اسلامی بود، فرق 2% بود، 10% بود، 40% بود یا 98% بود. این با واژه ها بازی کردن یکی از بلاهای بزرگ روشن فکرهای خاورزمینی مسلمونه. دلیلش هم خیلی ساده است، چون خودشون هم از همون فرهنگ فاسد برمیان و رو در وایسی هم دارن که آینه رو جلوی تمدن خودشون نگه دارن که واقعا چه خبره. با واژه ها بازی میکنن که از مسئولیت کار در برن. شهر اینو به حساب عافیت طلبیشون میگذاری یا به حسابی که اصلا خودشون هم نفهمیدن چه گذشته؟ اگه از من میپرسی، من با خیرشون هم تماس داشتم. ترکیبی از هر دوستان 85% نفهمیدنه. یعنی اون نه یافتن اصلا چه خبر. اگه باز فهمیده بودن مثلا تا 90% و فقط به خاطر استتار این کارو میکردن که آبروزی نشه مثلا جلوی فرنگی ها یا جلوی خودشون، من باز خیلی خیلی خوشبین تر بودم. چون کسی که اینطور فهمیده باشه فقط داره شکلک در میاره یا استتار میکنه، آدم یه خورده قلقلکش بکنه کار راه میفته باز، چون همینجوری میدونه. نه بدبختی اینا اینه که اصلا نمیدونن چه خبره و واقعا با این واژه ها بازی میکنن. بعد تو بخش فرنگ هم بخش های لفت لیبرالشون همین راه رفتن، برای همینی که مثلا میان میگن که آقا مثلا
این مسلمین که اینجا مثلا مهاجرت میکنن، سر هر کسی رو میگیرن، میبرن، تجاوز میکنن، از این کارا تو فرنگ هم همش از این کارا میکنن، میگن باشون کاری نداشته باشید، چیزی بهشون نگید، انتقاد نکنید، دین یارو کارش نمیشه کرد. یعنی اومدن همونطور که اون یکی ها میگن فودالیسم و اینا، اینم از دین یه چیزی ساختن که دیگه مثل مهر رو همه چی میزنن. یعنی نمیدونم آیین زرتشت هم دینه، نمیدونم پروتستانتیسم هم دینه، اسلام هم دینه. حالا ما این مبحث بزرگ فلسفی اینا رو در پس از پایان برنامه ها بهش میرسیم که وقتی برآورد فلسفی کرده مثلا همه چی. من فقط میخواستم دوباره یادآوری کنم که این محمد شاه، ناصرالدین شاه زیر نفوذ فرنگی ها این کارهای عجب و غریب رو نمی کردن، بلکه سیستم خودش کاملا فاسد بود. اون فرنگی هم می اومد قلقلک می کرد که هر وقت می دید که یک کسی مثبتی پیدا شده می خواد یک کاری بکنه، از همین لایه بندی استفاده می کرد، زود دکش می کرد بره. در صورتی روح روان مسلمان بود، فرد مسلمان بود که در صورتی فرنگی ها همین کوشش در ژاپن هم کردن، 0% هم کمک نکرد. تو مال اینجا خود امنای مذهبی و خود ملاکا میخواستن که این کسایی که میخوان رفرم کنن از بین ببرن. قلقلک فرنگی فقط 5% 10% نهایی یا کوردینیشن اون داستان بود. حالا بگذاریم. در زمان ناصرالدین شاه، حالا ما بار پیش دیگه خیلی درباره اون طفلی گفتیم و خندیدیم و اینها، و او هم خب حسامی شاهای عجب و غریب چیز بود، بی ارزه و بی کار روزگار همین اسلامی بود که نخست امیر کبیر رو در حقیقت ردش کرد بره، بعد یه 20 سالی خبری نبود، یعنی یه 18 سالی و اینا، بعد سر کله سپه سالار پیدا شد، میرزا حسین خان سپه سالار یا مشیرالدوله، و اون طفلی هم یه 2 سالی کوشش کرد که مثلا یه گرهی بزنه به کارای امیر کبیر. یکی از کارهای بزرگش من جمله این بود که این ناصرالدین شاه به خودش یه بار برداشت برد فرنگ. بعد از اون بود که باز یه گشایشی شد و من دوباره به اون فهرست فکاهی بعدیمون افتادیم به نام صنعتی شدن از راه اسلامی که گفتیم که میدن امتیازا رو میدن میگفتن خودت بساز، من رفتم حرمخانه. و ولی به هر حال همین گوش این شاه رو بکش ببر فرنگ و برگردون با سپه سالار آغاز شد. سپهسالار بیچاره میخواست یه کاری بکنه، حتی دیگه در زمان اون بازم دیرتر شده بود، دیر بر دیر دیگه شده بود، ولی جلوی اون همین دوباره امنا مذهبی گرفتن و ملاکا. نه این همون داستان اون یکی ها بود. فقط این بار دیگه چون خود سپهسالار هم میدونستش که اصلا فایده نداره تو این کشور کاری کردن، قبل از اون خیلی فشار بیارن یه اشارت غیر مستقیمی به ناصرالدین شاه کرد که اگه میخوای اصلا منو رها کن، منم خودم دیگه زیاد میل ندارم. اصلا میترسید که نکنه بگیره بکشنش مثل امیر کبیر اگه بیشتر پافشاری کنه، که نه ما باید حتما پیشرفت کنیم. اصل مطلب این بود که شاه و امنای مذهبی و ملاک ها بر این توافق داشتن که ما هیچ پیشرفتی نمی کنیم، میریم دنبال کار سیغه بازی و کباب و شکار و از این حرفا، و خدا بزرگه ببینیم حالا چی میشه. این کار، این روش رو چند سال هنوز میشه ادامه داد، و از راه امتیازها هم فعلا بیشتر یه سی گیرمون میاد، باز میشه یه 5 سالی ادامه داد، ببینیم کی میپاشه این سیستم. از نظر فلسفی شباهتی که کارشون داشت به دستگاه های کنونی در جمهوری اسلامی شگفت آوره. از این خونه به اون خونه فرجه دیگه. یعنی همین که هر کسی میخواد رفرم کنه میگیرن میکشنش، نمیدونن تمام سیستم مافیایی 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 فاسد فاسده. مهتران قوم یا دارن میدوزن یا پیش این سیغه این پیش اون سیغه این، اصلا نمیشه یخشون گرفت 2 دقیقه باش حرف بزنی در مورد یه امر. یعنی احساس میکردی آینه جمهوری اسلامی رو داری اونجا میبینی، و این خیلی مطلب نظر فلسفی جالبیه که سپس در بهش میرسیم که بعد در این فساد خودش استیبل هم بود، پا بر جا هم بود. درسته. یعنی سقوط نمی کرد، مثل همین جمهوری اسلامی که داره میره تا آخرش ایران تجزیه بشه. و اونام رفتن تا آخر تجزیه شد دیگه آخر سر. درسته. یعنی بخشایی که در ترکمنچای گلستان اینها رفت، و بعد بخشای دیگر شرق در افغانستان، اینو در حقیقت تجزیه تجزیه بود دیگه داشت میرفت.
اینا همینجوری رفتن و اگه اون اتفاق عجب و غریب برآمدن رضا شاه هم نبود اصلا فاینال میشد، تموم میشد، اصلا متلاشی میشد، ایران به پایان رسیده بود، یه جورایی به پایان میرسید. و این عظمت این سیستم های اسلامی در اینه که فساد رو چنان همه گیر میکنن و همه شریک میشن در اون دستگاه مافیایی و بعد از درون فرو میریزن نظر انسانی که این سیستم رو همینجوری ادامه میده تا مرگ هستی خودش. خیلی عظمتی داره این سیستم، واقعا نظر روانشناسی خیلی جالبه. اونا کپی همین روزگار جمهوری اسلامی بودن. از این دقیقت آدم دقیقا بعدن خواهد دید، ما میان پرده که ازش برمیهنجیم اینه که پهلوی این وسط یه میان پرده غیر عادی بود. عادیش همینیه که الان در زمان جمهوری اسلامی داریم. به عبارت دیگر این جمهوری اسلامی نیست که کابوس ایرانه، بلکه ما تو دوره اسلامیمون این واقعیت زندگیمون بوده. دوره پهلوی یه پرانتزی بود که رویا از آب در آمد و بعد دوباره برگشتیم به اون واقعیت تلخ دوره اسلامی. آره، حالا من از این توی خورده از من رومانتیک تری داریم واژه رویایی نا، برای من فقط اون دینامیکش مهمه که یک پرانتز غیر عادی بود و بهش میرسیم که اصلا چجوری پدید اومد این پرانتز غیر عادی. فعلا حالا ما از ناصرالدین شاه میگذریم و سپه سالارم فعلا میپریم، ما داریم بررسی فلسفی میکنیم. اون روایت نگری دقیقش رو هم میهنا خودشون از ما بهتر میدونن توی همه کتبی که در مورد روزگار نوشته شده. مظفرالدین شاه شبیه پدرش بود، شبیه ناصرالدین بود. از پدر ناصرالدین شاه آدم بدی نبود، من بگم این بی ارزگی و این فساد ربطی به نداره خوبی یا بدیه. نه، حتی ناصرالدین شاه حواسش از اون پدر منگولش محمد شاه خیلی جمع‌تر بود. نه، فقط اینا بی اراده و فاسد بودن. نه، مظفرالدین شاه حالا در دمام این بستر باز از پدر هم باز دوباره یه خورده بهتر بود. نه، حواسی خورده جمع‌تر بود. نه، و اینو متوجه شده بود که آقا اگه بخوایم اینجوری ادامه بدیم دیگه دیر یا زود دیگه اتمام نهایی دیگه میاد. اون سیاست البته اون امتیاز دادن ها و اون رو قرض و قول زندگی کردن ها همینجوری ادامه پیدا کرد از ناصرالدین شاه به مظفرالدین شاه. و وزرای او هم همراه با او هی میرفتن فرنگ و برمیگشتن، ولی این هی فرنگ رفتن و برگشتن بعدن در میان برخی دیگه از اقشار ایران میشه میانه تر یه خورده پایین تر از خیلی بالای اشرافی هم رسم شد و شمار افرادی که در نیمه دوم ناصرالدین شاه رفتن به فرنگ و بازگشتن یهو زیاد شد، یهو چند صد نفر شد، چند هزار نفر شد. بله. و این دیگه یک شرمی و یک آگاهی پدید آورد در یک فهرست بالایی از افراد. از اون برمی که گفتیم از که جنبش های بابی و اینا کوشش میکردن که اصلا این قل و زنجیر اسلام از نظر دینی هم بشکنه، یعنی خیلی دست و پا میزدن که یه گشایشی پدید بیاد با هر روشی که فکر میکردن درست، با هر روشی که گمان میکردن درسته. و معلوم بود که داره تعداد مخالفهای آگاه نیمه آگاه داره بیشتر میشه. و اینا البته خب این تفلی ها که میرفته این فرنگ رو میدیدن و باز میگشتن از بیرون سطح رو میدیدن، یعنی میدیدن که خب این فرنگ نمیدونم سند داره، قانون داره، هرکی هرکی نیست، دستگاهاش از هم جدان، دستگاه اجرایی یا انجامنده، دستگاه قانونگذار، دستگاه دادگستر، اینا تمیز برای خودشون کار میکنن از نظر اجتماعی، صنایع هم که وجود داره، کارخونه ها، تولیدات، حساب کتاب پس دادن، اینا رو از بیرون میدیدن به عنوان دستاورد نهایی این تمدنی که چند صد سال ساخته بود تا اینجور شده بود. این تفلی ها خب درک نمی کردن که اون مسائل بنقانون های فرهنگی ناره که ما اینجا مطرح می کنیم از اون میلیون ها سال دور بودن، ولی اون منظرم روشن فکرهای اون زمان، ولی همینقدر می فهمیدن که این دستاوردهای نهایی رو باید یه جوری ما بیاریم اونجا انتقال بدیم، فقط نمی دونستن که چجوری. و بس که نمی دونستن چجوری، می گفتن خب ظاهری هم بریم از چی بهتره، میریم یه سری مستشار میاریم، این برای ما مثلا دستگاه دیوان سالاریمون رو رفرم میکنه، چند تا کارخونه میزنیم، ارتشمون رو یه خورده به سامان میکنیم، شاید از بیرون خودمون رو تطبیق دادیم.
یک سری افرادی هم بودن، تعداد خیلی کم، مثل مثلا آخوندزاده تا کرمانی، که اینا میگفتن که مشکلات ما با اسلام آغاز شد، اینا ما قبلش تمدن پویا بودیم، بعدش اینجوری مصرفی و فاسد و اینا شدیم. ولی بیشتر از یه سری گفتارهای کلی هم نبود، چنین یه ساختار جامعه شناختی نداشتن که بتونن از فلسفی جامعه، خیلی دور بودن از همین استاندارد توضیحی. ما هم که الان اینا رو بهتر ساختیم نیستش که خیلی نابغه ایم، چون از فراورده های فلسفی جامعه شناختی این میون بهره برداری داریم میکنیم. روی اونا بر ساختیم این آجرها رو. یه سری میگم اونا بودن که میگفتن بله انحرافمون با اسلام آغاز شده، اوکی بسیار خوب، حالا دقیقاً در جزئیاتش چجوری ولی نمیتونن توضیح بدن خیلی دقیق. اکثریت هم میگفتن آقا من اصلا ویلکوم با این نمیدونم به اسلام ربط داره، به عرب ربط داره، من ولم کن، من میخوام فعلا هرچه زودتر دستاوردهای فرهنگ رو بیارم که ما فعلا اصلا یه چیزی داشته باشیم. عزیز من حالا بعدا میشینیم در مورد فرهنگ صحبت میکنیم. از همین حرفایی که آدم این دو زبونم تو اپوزیشن میشنوه که همیشه میگم بذار کشور آزاد بشه، حالا بعدا میشینیم در مورد فرهنگ صحبت میکنیم. اونام در همین حالت بودن، یعنی این تنگنای عقب ماندگی به وسیله این فساد درونی روح اسلامی همون زمان مثل الان یه گسل بزرگی میونه ایران به جان پیشرفته انداخته بود. کشور همش در آستانه نابودی دست و پا میزد و میزنه و افراد هی بیتابی میکنن، میگن زود زود بیایم کپی کنیم، زود زود بیایم چیزی بسازیم، حالا بعدا در مورد فرهنگ حرف میزنیم. اون اکثریتی که میگفتن زود زود بمیشتی بیاریم، هیچ مزروبتی هم نشون تفلی ها، فقط بخواستم میشتی ما داشته باشیم. اینها تو روزنامه ها و اینها خیلی با مردم صحبت کردن در مورد دستاوردهای اجتماعی که فرنگ فلان چی داره. مسئله اصلی که سر زبان ها افتاد مثل قانون بود. نگفتم میدونی چرا فرهنگ ببخشید فرنگ پیشرفت میکنه؟ اینجوری فهمیده بودن، میگفتن چون فرنگ قانون داره، قانون میاد جلوی مثلا استبداد یه نفر رو میگیره، جلوی مثلا سوء استفاده ها رو میگیره و فلان. خب این یه تصور هم درست و هم ساده دلانه است که اگه کسی از من بپرسه تا 80% ساده دلانه است، تا 20% فقط درسته. یعنی اینطور نیستش که فرنگی ها تا مغز استخوان فاسد بودن بعد یه قانون گذاشتن یهو نابغه شدن، برعکس نابغه از تو اون روح سازنده پروتستانتیکشون برآمده بود. یعنی اون روح میخواست بسازه، میخواست پیشرفت و پدید بیاره، این همون روح ایران باستان که به زور میخواستیم پیشرفت رو پدید بیاره، روح میخواد پیشرفت و پدید بیاره، بعد نگاه میکنه به سوی اون پیشرفت چه ابزارهایی نیاز دارم. مثلا دست و پای مثلا ملاکا رو یه خورده ببندیم، دست و پای شاه یه خورده ببندیم، اینو کنترل کنیم، اونو کنترل کنیم، گمرک رو به سامان کنیم الی آخر. ولی موتور اصلی اونیه که میخواد پیشرفت کنه، اینا فقط ابزارهایی که خوش تون تون میسازه اگرم نباشه حتی. درسته. اینا روی اون شرم جان چیزی دیگه هم که اینجا میاد دوچندان میکنه فاصله رو، این است که قانون مندی و قانون مداری خب خیلی خوبه در نفس خودش خیلی عالیه، ولی باید ببین قانون تو چه بستری میخواد ساخته بشه. یعنی به هر حال قانون همیشه به نوعی آبشخورش عرف اون جامعه است دیگه. شما که نمیتونی قانونی بذاری خلاف عرف، عرفی که چند صد ساله با شر تخریب شده، ویران شده، فاسد شده، خودش گرفتاره. قوانینی هم که از دل اون بیاد بیرون احتمالا قوانینی نیست که بتونه زمینه رو مناسب بکنه برای اینکه کشور رو به جلو بره. توضیحاتی که شما جان دادی در مورد کسانی که میخواستن گفتن خب ما فهمیدیم غرب چی کار کرده، فکر میکردن که فهمیدن و بیان ما تکرار کنیم، منو دوچار یه همچین نگاهی کرده که ما در آستانه انقلاب مشروطه و در جریان این جنبش مشروطیت دو تا طیف فکری داریم. اگه بخوام زبان امروزی اینها رو دسته‌بندی کنیم، یه دسته دستی هم که میشود گفت به ایرانگرایان امروز نزدیکن، یعنی فارغ از این که نتوانستم خیلی کار تحلیلی بکنن و ژرفای کار رو به مردم نشون بدن، ولی فهمیدن آسیب اصلی از کجاست. آدمای مثل آخوندزاده و طالبوف و خان کرمانی و در ادامهشون کاظم‌زاده ایران شهر، احمد کسروی بودن دیگه اینا، و عده‌ای که میگفتن نه ایران احتمالاً از مسلمانی ما بوده، ما اگر قانونی کنیم کار رو و یه مقداری اون نمونه برداری رو از غرب انجام بدیم الحمدلله همه چی خوب میشه.
که فکر کنم شاخص‌ترین‌هاشون میرزا مرکب خانه، مستشار دوله است، تقی‌زاده است، و به نظر میاد اون چیزی که برآمد به عنوان قانون اساسی مشروطه به نظر میاد فرایندی است، یعنی فراورده است از درگیری این دوتا که فکر میکنم با پیروزی نسبی لیبرال ها همراه بود. یعنی کسایی میگفتن نه ایب از اسلام هم نبوده، ایب از مسلمانی ما بوده. یک گونه میشود اون تفاوت دو جریان ایرانگرا و لیبرال اون هنگام رو فکر کنم این امروز اینجوری اینا رو به صدا تصویرشون کرد. به هر حال به جز اندک شماری که اون بنیادهای فرهنگی رو میخواستن دنبال کنن که البته ابزارش هم نداشتن هنوز، ولی میگفتن اونجاست، اونجاست داستان، اونجاست. 95% میگفتن بریم ساختارا رو زود بیاریم، خدا بزرگ بقیه‌ش هم شاید درست شد. یعنی من درکشون هم میکنم چون فعلا دیگه نمیدونن چیکار بکنن. و دنبال این راه رفتن که گفتن اوکی ما میریم اول این کانسپت قانون رو میاریم، قانونگرایی فرنگ رو که اینا بهش رسیدن، از راه این قانونگرایی جلوی این خودکامگی این رؤسا رو میگیریم که شاه در رأسشونه، اون ملکان به کنار، با قانون اینا رو زیر کنترل میاریم. حالا اگه امنای مذهبی هم مشکل ایجاد کردن اونا هم با قانون زیر کنترل میاریم، قانون رو بعد کنترلش رو میدیم به مجلس مثل فرنگ، اونجا نمایندگان مردم میشینن دیگه، اونا که دیگه مالی خولیایی نخواهند بود، تو ذهنشون میگفتن به خودشون، اونا قانونهای درست رو میذارن. چند تا مسئله ناپنداشته یا ناکافته موند تو ذهنشون. یک، این قانونه رو اگه ما برنهادیم کی میخواد انجام بده؟ این قانونی که بسیار بسیار سر ناسازگاری داشته باشه با فساد روحی خود قوم رو که برآمده از اون اسلامه و از اون فضای هزار سال ایلیاتی که بوده و اینها، این اندیشه های تولیدی از بین رفتن، و به ویژه مشکل اصلی خود نهاد اسلام که در بنیاد کشور هم سفت و سخته و مردم بهش باور دارن، دست کم یه اقلیت پر جنب و جوشی بهش باور دارن که اونا معمولا چاقو دستشون اینا میرن میشه کمین. اون این اگه ما خواستیم پیاده کنیم این قانون رو و این به سد مقاومت خورد چیکار میخوایم بکنیم؟ اینو سپرده بودن به آینده و به خدا، یعنی که ببینیم حالا چی میشه. مسئله دیگر این که اصلا آیا اون قانون ها رو اونجوری که میخوایم آخر میتونیم بذاریم، یا باز هم دوباره براش صد و بازدارنده های پدید میاد. ولی میگم مشکل خیلی بزرگتر این بود که اگه قانون خوبی هم گذاشتیم کی میخواد پیاده کنه؟ چون اکثریت قوممون که به حمدالله همه فاسد و دزدن و جز سود شخصی چیز نمیشناسن، ایدئالیسم نمیشناسن. اصلا هزار سال این فضای فساد مافیایی افتادن، از کجا میخوای پرسنل بیاری که اون قانون رو درست پیاده کنه توی همچین فضای؟ الان مثلا کشورهایی هستن که قانونهای درست درمون دارن ولی در بدبختی دست و پا میزنن، هستن مثل مکزیک، مثل پاکستان، مثل نچندان اندک خود ترکیه. و خب این سر ایران هم قرار بود بیاد. اون مهتران دوران مشروطه هم نمیدونن که اگه چنین شد چه کنیم، مثل در موردش نندیشته بودن، گفتن آقا بذار گام اول بریم، گام دوم سوم در موردش فکر میکنیم. حالا داستان این که چجوری درگیری های برآمد در بازار و اینها، و بعد مظفرالدین شاه مجبور کردن که امضا کن، اونم مرد نیک نفسی بود و امضا کرد، و بعد پس از اون که پسرش محمد علی اومد و اون دید که من نه نمیخوام، یعنی چی اینا تو مجلس بشینن تصمیم گیری بکنن بی خوده، اونم که روسا زیر بال و پرش گرفتن، آره واقعا بهش گفتن بی خوده و اینا، درگیری ها شد و که همین الان این بخش رو همه رو به نیکی خودشون میدونن. پس از اینکه محمد علی شاه به کنار رانده شد و مشروطه گمان کرد که الان میتونه آغاز به کار بکنه، بعد یو با مشکلات چند بعدی واقعیت روزی روبرو شد. از یک طرف دولت های استعماری خیلی محکم و مستقیم
به مجلس نشون دادن که اگه بخوای واقعا یه کاری واسه این کشور بکنی جلوتو میگیریم. روسا حتی در حقیقت با پیاده کردن نیرو تو شمال کشور اینو نشون دادن. مجلس هم به توپ بستن. حالا اون زبان محمد علی شاه که کلا جدا از اون هم روس‌ها در مواردی که قوانین درست یا مثلا اصلاح گمرک یا آوردن مثلا مستشاران درستکار اروپای شمالی یا آمریکایی قرار بود انجام بشه اصلا مستقیم زور میگفتن و انگلیسی هم اهرمای دیگرشون رو به کار میانداختن. مجلس یو از امروز به فردا با واقعیت زندگی روبرو شد. اون لحظه مثل که من گمان کنم شاید اون لحظه واقعا دوزاری های همه مستقیم افتاد که به ما این زمان شاه عباس که اون راه جنون رو رفتیم و الان انقدر عقب افتادیم که هیچ اهرم قدرتی دستمون نیست، نه صنعتی داریم، نه ارتشی داریم، نه سازماندهی داریم. حتی الان که خب یه مجلسی هم داریم که میخواد یه کارایی رو بکنه تا یه اندازه‌ای، نمیتونه، زور نداره، ارکان نداره، میزنه تو سرش. اگه لازم شد اصلا کشور جلو چشش تجزیه میکنن، میگن حرفیه. توی همچین وضعیتی کشور بود که بعد دیگه جنگ جهانی اول هم آمد و اون کشته های عجب و غریبی که از قحطی و اینا در کشور اصلا مالیده بود اصلا به هم. یعنی پس از اونی که در آستانه در افق ها سر کار اومدن رضا شاه پدیدار میشه. این داستان سر کار اومدن رضا شاه که تا به امروز مایه ستیزهای درونیه تو جامعه ایران برای اینکه این جامعه سیستمش عصبی و قبیله‌ای و ایناست و وقتی یه درگیری‌های درونی هم داره نمیتونه اینا رو منطقی آنالیز کنه که یه شخصی بوده به نام رضا شاه یه توانایی داشته، یه کمبودهایی داشته و اومده یه سری کارا رو اومده انجام داده رفته که کارها تو خیلی از بخشا صد شکن بودن و در کنار اون یه سری ضعفای شخصیتی هم داشته. یه چیز به این سادگی رو که اگه جلوی فرنگی بذاری برای 2 دقیقه‌ای آنالیز میکنه و بعد از روش رد میشه و به مسائل روز میپردازه، این مسائل برای ایرانی ها شده انگیزه دعواهای 100 ساله. اونم درش شکی نیستش که اینو از همین آمیزششون با قبایل عرب آموختن. یعنی اونا دیدید مثلا تو اعراب دعوایی هستش که مثلا میگه مثلا 220 سال پیش مثلا نیای تو داشت از کنار مثلا حی ما رد میشد، نیای من داشته بود مثلا شطورش رو میدوشید، یکی زد در گوشش و نیای من بر تو خنجر کشید و از اون روز به بعد ما دیگه با شما تحمل نمیکنیم همدیگر رو. این حالات ایرانی از اون یاد گرفتن و تمام چیزهایی که بعدن مربوط میشه به فهمیدن روزگار رضا شاه به این ور تا به تاریخ امروز ما، امروز هم امروز دیگه تو این فضا انجام میشه. این مواردی فاز خیلی عجیب و غریبی میشیم. دلیل اینم که اون قبلیاش تا اندازه فراموش شده دیگه اینجوری سر اون شطر اون حی سر هم دیگر نمیبرن به خاطر این نیستش که به اون یاد گرفتن منطقی نگاه کنن، بس که نظر زمانی دور افتاده. یعنی دیگه مثلا غیر عادی دیگه دور افتاده، نمیتونن مثلا به اون بپردازن، اون عصبیتو داشته باشه، اون عصبیت داشته، وگرنه از اونم فقط 40 50 سال فاصله داشتن همینجوری بود. درست. ولی خب اینم یک زاویه دیگری است از ورشکستگی فرهنگی این ایرانیای مسلمان، چون یه قوم درست حسابی که دعواش دیگه اینجوری است که با درون خودش این اساسی ترین درگیری ها هم پس از 5 سال یا 6 سال میتونه گوارش کنه، بذاره کنار و سراغ تاسک یا کار بعدی بره. من فقط دارم آدمی یه حدود 6 7 دقیقه که فرصت داریم میخوام پیش از اینکه برسیم به برآمدن رضا شاه و عصر رضا شاهی، دو تا عالی خانی خیلی زیبا به نام عصر رضا شاهی و کسانی که تو اون دوره بزرگ شدن روش کردن که اوایل دهه 20 تو فضای سیاسی ایران میتونیم خیلی هاشون رو ببینیم و میگه فرزندان رضا شاهی. برای ترکیب زیبایی که دکتر علی خانی درست کرده بود میخوام به یه مطلبی بپردازیم چون ازش رد شدیم ولی فکر میکنم نکته مهمی است. برخی از پژوهشگران تاریخ معاصر میگویند که انقلاب مشروطه دستپخت انگلستان بود، اینها باعث شدن که بازاری ها برن در باغ سفارت انگلستان به بس بشینن
نمیدونم هر جایی که رفتم نشستم قابلمه‌های غذا از سفارت انگلیس رسید و در حقیقت حرکت انگلیسا بود برای ناتوان کردن جایگاه روس‌ها در ایران که به هر حال از زمان ترکمنچای بر اساس اون پیمان منحوس باید پشتیبان سلاطین قاجار می‌بودند و همین که هر موقع فشاری میمد به مشروطه خواه میرفتن اونجا بس میشستن یا پرنده میشدن هم اینها به اون جریان منصوب میکنن. البته میگم برخی نظر دارن، بسیاری این نظر رو ندارن. طبیعتا بریتانیا پشتیبانی هایی کرده برای اینکه رقیبش داره تضعیف میشه، ولی به نظر میاد خیلی مطلب مهمتر از اینه. این یک نیاز عمومیست، ببینید که وقتی میبینیم خواسته اول مشروطه خواهان ایجاد ادارت خانه بوده، این از نبود حساب و کتاب و قانون در کشور، همه مردم از باسواد و بیسواد و ثروتمند و رعیت صداشون در اومده و ایجاد عدالتخانه، ایجاد عدالتخانه به دنبالش مسئله مجلس مشورتی هم آورد و نهایتاً محدود کردن دامنه قدرت سلطان رو. دیدگاه خودت چیه شرم جان؟ این برخی که همچین نظری میدن به نظرت مبالغه میکنن یا فکر میکنی که دارن درست؟ حالا اون زمان آلترناتیو اصلا نبود که بخوان خیلی کار دیگری بکنن. چیکار میخواستن بکنن؟ جامعه که از بالا تا پایین فاسد بود، یعنی نه فقط مهترانه، از تا کهترش که گرفته مغنی و رخشور و همه همون فاسد اسلامی بودن. فاسد 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 در کشور، دروغ، تریاک، بچه بازی و فساد انسانی، یعنی دروغ تا مرز جنون، نه اون حدی که مثلا فرنگی ها میشستن به حالت عادی. این تمام ارکان جامعه ایران بود. خب توی جامعه ای که همه فاسدن، همه دیوانن، همه مالی خولیاین، شاهش هم همون جوریه، وزراش هم همون جوریان، رایزن هم همون جوریان، خب چیکار میخوای بکنی؟ یه تنها چیزی که اینا اینطور نبود که اینا بگن مثلا ما یه بخش از جامعهمون مثلا فاسده، ولی مثلا دوتا استان هست مثلا دست نخورده مونده از ایران باستان، مثلا اینا یه جوری دیگه اصلا ما بریم مثلا اونا رو بیاریم بر بقیه کشور مستولی کنیم که اونا بعدن به زور مثلا دیکتاتوری صالح به ما یاد بدن. این اتفاق مثلا حالت ناخواسته یا عجب و غریب با رضا شاه به اینور افتاد. البته حالت عجب و غریب غیر عادی تاریخی حالا بهش میرسیم که مثلا چطور همش میسر بود. ولی اون زمانی که همچ استانی که نبود، که همچ آدمایی نبودن که ما بگیم مثلا اینا رو که اقلیتن میاریم برای بقیه کشور مستولی میکنیم، انقدر تو سر اون که با شلاق بزنن تا اینا هم درست کار بشن، یعنی تربیت بشن دوباره. تنها چیزی که مونده بود این بود که آقا این مرکز قانونگذاری رو میاریم، دست کم از هیچی بهتره. یه قانون داریم، حالا اگه قانون رو هم درست پیاده نکنیم، ولی یه قانون بالا سرمون داریم. امید خدا اگه اینو کم کم درست پیاده کنیم، شاید گام به گام مثلا بهتر شدیم. یعنی همش تو حالت حالا ببینیم چی میشه و خدا بزرگه، ولی گام اینجوری بود، چون خودشون اصلا هیچ امیدی به خودشون نداشتن، بس که خوش نمیشناختن. و واقعا آخرم خیلی اثری نکرد. حالا مثلا میگن مثلا دستاورد اون مجلس های اولی مشروطه مثلا این بودی که اون قرارداد 1919 رو که ایران قرار بود که کاملا مستمره بشه، مثلا زد زیرش قبول نکرد. نهایت مثلا دستاوردش بوده، این دستاورد عملی اساسی نداشته. خود جنبش خیلی ها رو پویا کرد در دفاع از اون، در جنگیدن علیه محمد علی شاه، رگه های همکاری در جامعه رو برانگیخت، چون یه هدف ایدئالی بود که گمان میکردن اگه انجام بدیم ممکنه درهای دشواریمون گشوده بشه. ببین چجوری بگم، آسی شده بود قوم و فروپاشی خودش رو میدید و میدید صد و خورده سال داره فرو میپاشه و هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه. مهتر و کهتر همه فاسد، همه دیوانه، و یه احساس بهشون معجزه دست داده بود، معجزه وار، که اگه این مجلس رو بیاریم و این راه بیفته، شاید همونطور که فرنگی ها هست مجلس دارن، قانون دارن، مثلا همه چی دارن، شاید ما هم داره همچی شدیم. یعنی غافل از این که شما اگه روح قومت فاسد باشه، قانون اینا خیلی اثر کمی خواهد گذاشت. ابزار اصلا اونقدر تاثیر نداره. مثل مکزیک، مثل مکزیک. برعکس. روح قومت وقتی سازنده باشه، حتی اگه ابزار اونجوری هم نداشته باشی، کارا همه
عالی انجام میشه. مثلا ما در قرن 18 و 19 مال ببینید 18 که خود دورترم هست، شاهان پروسی مثلا در آلمان در بخش پروس، این کشورشون دموکرات نبود. نه اصلا. یعنی راه انگلستان و اینا رو نرفته بود به سوی دموکراسی. نه اصلا. ولی هر آنالیزی نشون میده که میزان فساد اداری در آلمانی که، یعنی در پروس، بخش پروسش فقط، که کاملا دیکتاتوری بود، از انگلستان دموکراسی 10 برابر پایین تر بود فساد اداری، و گرایش به پیشرفت و سخت کوشی هم شدیدتر بود. یعنی داستان فقط به این ابزارهای بیرونی نیست، البته اونا رو باید آخر داشته باشی، قانون درست باید داشته باشی، مجلس داشته باشی، آخرش باید همه اینا رو داشته باشی، ولی اینا از داخل خود روح قومت به سوی پیشرفت برمیاد. درست. یه قوم فاسدی داشته باشی، کاملا فاسد، بعد اینا رو از بالا بذاری و امیدوار باشی که اینا معجزه بکنه. درست. ملات اگه درست نباشه این بنا نمیره بالا، مطمئنم میریز. دقیقا. چون مساله خرابه. بله. بسیار عالی. من فکر می‌کنم شما همینجا اینجا میتونیم گفتگو رو نگهش داریم و در آستانه ظهور رضا شاه نشست 10 نشست آینده رو به این بپردازیم. از همیهنانی که نشست‌های گذشته رو دیدن خواهش می‌کنیم که در پخش لینک برنامه ها همراهی کنن، در یوتیوب لینک برنامه رو در اختیار دوستان و همیهنان قرار بدن و در تلگرام یا اینستاگرام هم میتونن فایلای آواییشو که کم حجمه ببینن. اگر که دوستان خواستید با جنبش رنسانس ایرانی پیوند برقرار کنید، من شماره تلفنی رو خدمتتون میدم که میتوانید با این شماره تماس بگیرید و مطالبتون رو در میون بگذارید. از طریق واتساپ میتونید این شماره رو داشته باشید و با جنبش پیوند کنید. شماره اینترنشنال کدش هست 358-40، در ادامه شماره است. پس از 358-40-77-79-102. دوباره میگم کد بین المللیش از 358 بعدن 40-77-79-102. خیلی خوشحال میشیم که با جنبش پیوند بگیرید و بتونیم پاسخگوی پرسشاتون باشیم، و اگر که خواستید با جنبش همراهی کنید از این طریق میتوانید که با دوستان پیوند. پس از سخن ما یک کلیپ کوتاه در مورد مسابقه شاهنامه پخش میشه. پایان مسابقه شاهنامه با آخرین تصویر آدرس ایمیلی میاد که میتوانید برای شرکت در مسابقه به اون آدرس ایمیل بزنید. جواز نقدی هم داده میشه. مهلت هم تا 4/5 دی ماست. بنابراین بکوشید که اگر که میخواهید تو هر زمینه هنری در زمینه مسابقه شاهنامه کار کنید، زودتر با دوستان پیوند بگیرید با اون آدرس ایمیل و همراه بشید. به این کلیپ پس از گفتگوی من و شهرام هم توجه کنید. آخر آدرسش میاد، خیلی ساده است. هست شاهنامه ایران شهر @yahoo.com@gmail.com که توی برنامه خواهید. خب پس بدرود تا برنامه آینده. شهرام جان سپاس بسیار و بدرود. بدرود.